وجود بمباران‌های بی‌وقفه و هجوم انواع مزدوران اسد به مناطق آزاد شده دمشق، رزمندگان همچنان به پیشروی خود ادامه می‌دهند. ارتفعت حده المعارك بين الثوار. در درگیری‌های چند روز گذشته در منطقه جوبر، رزمندگان توانستند با تهاجم به مراکز نیروهای اسد و تصرف چند محور مهم در خط مقدم این جبهه، ضربات جدی به این نیروها وارد کنند و به انبارهای تسلیحاتی آنها نیز دست پیدا کنند. رژیم اسد طی روزهای گذشته به طور بی‌وقفه منطقه ملیه را بمباران می‌کرد. این منطقه تنها در یک روز شاهد بیش از 10 مورد بمباران هوایی و اصابت 8 موشک زمین به زمین بود. توپ باران و خمپاره باران محله‌های مختلف نیز جریان داشت. اما در روی زمین رزمندگان نبردهای سنگینی را با انواع مزدوران اسد و شبه نظامیان عراقی و حزب الشیطان پیش می‌برند. در همین رابطه گزارش شده است رزمندگان 4 تن از مزدوران موسوم به تیپ ابوالفضل العباس را که از شبه نظامیان عراقی است در این درگیری ها به هلاکت رساندند. در منطقه داریا هلیکوپترهای اسد مسجد الرحمن در این شهر را هدف قرار دادند. آنها مناطق این شهر را با بمب‌های بشکه‌ای و بمب‌های حاوی گاز سمی کلور مورد حمله قرار دادند. یکی از این بمب‌ها نیز به بیمارستان صحرایی که در این محل دایر شده بود اصابت کرد. همزمان درگیری‌های پراکنده‌ای در این محل بین رزمندگان و عناصر اسد به وقوع پیوست. فرماندهی نظامی انقلابیون در دمشق با اعلام تأسیس گردان الرحمن اقدام به آموزش کلاسیک رزمندگان مستقر در دمشق و اطراف آن کردند. هدف بالا بردن سطح نظامی و ایجاد یک گردان بزرگ و فرماندهی متمرکز به منظور انجام عملیات‌های بزرگ است. گردان الرحمن در حال حاضر یکی از بزرگترین گردان‌های متمرکز در جنگ با نیروهای اسد در دمشق و اطراف آن به شمار می‌آید. در این گردان علاوه بر انقلابیون، جدا شدگان نیروهای اسد نیز سازماندهی شدند و شهروندانی که واجد شرایط رزمنده شدن هستند می‌توانند در این گردان خود را ثبت نام کنند. او المدنيين بعد خضوعهم لشروط معينه بالنسبه للمدنيين في عندنا شروط لحالا. یکی از فرماندهان این گردان میگوید هر فردی رو که متقاضی نامنویسی در این گردانه از قوانینی که میباید به اون احترام بذاره و چگونگی استفاده درست از تجهیزات نظامی که در اختیار داریم آگاه میکنیم. تعهد انه يرد لنا كامل حقوق الفيله من ذخيره على سيارات لسلاح. بعد از اینکه متقاضیان شروط وارد شدن به این گردان را قبول کردند و به جمع رزمندگان پیوستند، برای بالا بردن توان رزمی و آموزش‌های لازم نظامی در گروهان‌های مجزا سازماندهی می‌شوند. دوره این آموزش‌ها حداقل 1 ماه می‌باشد و هر نفر بایستی تلاش کند خود را برای شرکت در صحنه‌های سخت نبرد با نیروهای اسد آماده کند. من خوض المعارك ضد جيش الاسد نرجع نعمل نحن يعني مثل دوره. شهروندانی که در این دوره آموزشی شرکت می‌کنند بایستی در تمامی مراحل تمرین موفق بیرون بیان. ما بر حسب امکاناتی که در اختیار داریم سعی می‌کنیم در این مدت زمان بهترین آموزش‌هایی را که در صحنه نبرد به کمک رزمنده‌ها میاد به اونا منتقل کنیم. يعمل فيلق الرحمن على الجبهات الرئيسيه من العاصمه. رزمندگان این گردان در حال حاضر در خطوط مقدم نبرد در دمشق و مناطق ملیحه، جوبر و همچنین در نبردهای جنوب پایتخت و شهرهای زملکا و قابون حضور دارند. با اینکه مدت زمان زیادی نیست گردان الرحمن تأسیس شده، اما رزمندگان آموزش دیده آن توانستند علاوه بر دمشق و اطراف آن به مناطق قلمون و لازقیه نیز اعزام شوند و در تمامی نبردهایی که شرکت می‌کنند پیروز بیرون بیایند
و خود را به عنوان یکی از مهمترین گردان‌های انقلابی به اثبات برسانند. من العمليات العسكريه في الغوطه الشرقيه وفي جبال القلمون ليضع اسمه بين ابرز التشكيلات المقاتله في دمشق وريفها. اما قبل از شروع گزارش بعدی جا دارد به یک ضربه سنگین به رژیم اسد اشاره بکنیم. سرلشکر حسین اسحاق مدیر مرکز اطلاعات هوایی اسد در درگیری‌هایی که در منطقه ملیحه دمشق رخ داد به هلاکت رسید. این سرکرده جنایت پیشه اسد تمامی حملات در مناطق دمشق را فرماندهی می‌کرد و در کشتار و قتل عام مردم نقش مهمی داشت. رزمندگان سوریه برای بیرون کردن مزدوران داعش در بیشتر مناطق سوریه به خصوص در دیر الزور به نبردهای خود ادامه می‌دهند. در جریان نبردهای رزمندگان با شبه نظامیان داعش، رزمندگان موفق شدند در اطراف دیر الزور 40 تن از این مزدوران را به هلاکت برسانند و 2 تانک آنان را منهدم کنند و 1 ماشین پر از مهمات به همراه راننده آن و تمامی امکاناتی که در یکی از پایگاه‌های شمالی این مزدوران بود به تصرف خود در بیاورند. همزمان درگیری‌های گسترده‌ای در مناطقی که به مرزهای عراق منتهی می‌شود میان رزمندگان و مزدوران داعش در جریان است. این مسیر برای این مزدوران بسیار با اهمیت و در واقع راه نفس آنان محسوب می‌شود. رزمندگان شهر حما با تهاجم به نیروهای اسد در منطقه تل ملح ضمن پیشروی و به هلاکت رساندن تعدادی از مزدوران به غنایم ارزشمندی دست یافتند. تصرف مواضع دشمن در تل ملح با درگیری‌های گسترده‌ای همراه بود. حداقل 20 تن از نیروهای اسد کشته و 9 نفر به اسارت رزمندگان درآمدند. رزمندگان در این عملیات یک خودروی زرهی و تعدادی مسلسل سنگین و انبارهای تسلیحاتی محل تجمع نیروهای اسد را تسخیر کردند. رزمندگان که سابقاً 2 محور اصلی این منطقه را از آن خود کرده بودند، با حملات پراکنده هر بار به مواضع نیروهای اسد تهاجم می‌کردند. در این درگیری‌ها نیروهای اسد از پشتیبانی هوایی برخوردار بودند. این بار رزمندگان کار را یکسره کردند و این منطقه را از وجود نیروهای اسد به طور کامل پاکسازی کردند. یکی از فرماندهان شورای نظامی ائتلاف سوریه به نام احمد بریق که در صحنه حضور داشت، اهمیت این عملیات استراتژیک را که راه پشتیبانی نیروهای اسد را می‌بندد تشریح کرد. این جاده‌ای که می‌بینید تنها جاده شرقی غربی موجود در این منطقه است. ما با بستن این جاده راه ورود هر گونه پشتیبانی نیروهای شبیه اسد رو در غرب سد می‌کنیم. آیا کار رزمندگان در این نقطه تمام می‌شود و یا جبهه‌های دیگری نیز وجود دارد که بایستی تصرف شود؟ بایستی در چند منطقه شرقی بازم پیشروی کنیم که در اونجا مزدوران داعش وجود دارند و میتونن به منطقه صفورا رفت و آمد داشته باشن. به خاطر همین بایستی از این لحظه بر روی منطقه شرق متمرکز باشیم و به یاری خدا از اون سمت به پیشروی ادامه خواهیم داد. عقدنا العهد وبايعنا الموت وما
احنا اليوم عقدنا العهد وبايعنا الموت وبنهدي وجانا اليوم لحنا الريدة ونعلي الرايات ونشكي يا مني لف الشال زقيتي شد حزامك خلك حدي يا مني لف الشال زقيتي شد حزامك خلك حدي بدنا رجال تهز النخوة تشيل الراية بحور تعدي شد حزامك خلك حدي يا مني لف الشال زقيتي شد حزامك خلك حدي بدنا رجال تهز النخوة تشيل الراية بحور تعدي اعلنت الممثله البريطانيه ميشيل دوغري بيان یکی از بازیگران سرشناس سینمای انگلستان به نام میشل دوگری اعلام کرد قصد دارد 58,000 دلار به قربانیان جنگ در سوریه کمک مالی کند. او گفت آرزو می‌کند مردم سوریه به هر آنچه می‌خواهند برسند. این بازیگر سال گذشته جوایز اسکار بازیگران و فیلم‌های برنده را توزیع کرد. مزدوران اسد دست به سرقت منازل و اموال مردم در شهر هومس میزنند. اغلب سرقت ها در مناطق تجاری که متعلق به اهل سنت است صورت می گیرد. مزدوران همچنین در محله های اکرمیه و از زهرا که انقلابیون از آنها خارج شدند اموال مردم را می دزدند. بعد از اینکه نظام اسد سیاست محاصره و آتش زدن را در شهر هومس ادامه داد، این بار به سرقت اموال مردم روی آورده است. مزدوران تحت پوشش بازرسی مشغول نابودی کامل اماکن تجاری و مسکونی این شهر هستند. بعد از خارج شدن انقلابیون از محله دارالکبیر، مزدوران اسد و شبه نظامیان آن به غارت و ویران کردن این منطقه پرداختند. این دزدان جنایت پیشه بیشتر به دنبال وسایل برقی باقی مانده در منازل مردم می گردند و حتی از غارت کپسول خالی گاز نیز نمی گذرند. آنان با اموال مردم مانند غنایم جنگی رفتار می کنند. در این میان کارکنان ارگانهای بین المللی در هومس نیز بیشتر به فکر امنیت خود هستند تا حفاظت از جان و مال ساکنان محاصره شده این شهر. من خلال توصيف المسروقات بأنها غنائم حرب وإباحة نهب محتويات أي منطقة كانت تحت سيطرة الثوار. نشر الائتلاف الوطني على موقعه الإلكتروني. ائتلاف ملی سوریه با انتشار بیانیه‌ای نتایج نبردهای اخیر و همچنین بیلان خسارات و تلفات نیروهای اسد را در طول یک سال گذشته منتشر کرد. ضربات الثوار خلال الاسبوعين الاخيرين ادت لحدود بر اساس بیانیه ائتلاف ملی سوریه سلسله عملیات تهاجمی رزمندگان در طول دو هفته گذشته ضربات سنگین و بعضاً جبران ناپذیری را به ارکان نظام اسد وارد آورده است. این ضربات از شهر حلب و ادلب و هما تا درعا و دمشق و شمال لاذقیه بر پیکر نیروهای اسد وارد آمده است. طی این مدت رزمندگان توانستند 3 فروند هواپیمای رژیم اسد را سرنگون و تعداد 176 تانک و ادوات سنگین آن را منهدم کنند. این پیروزی ها همراه با تصرف 35 مرکز نظامی بود. در این مراکز علاوه بر نیروهای اسد، مزدوران داعش و حزب الشیطان لبنان نیز مستقر بودند. رزمندگان در این مدت کوتاه حداقل 76 تن از مزدوران وارداتی اسد را به همراه 645 تن از نیروهای او به هلاکت رساندند. در این بیانیه همچنین آمده است تعداد 155 فروند از انواع هلیکوپترهای اسد در طول یک سال گذشته سرنگون شده است و رزمندگان طی این سال تعداد 11,000 نفر از نیروهای اسد و شبه نظامیان وابسته به او را به هلاکت رساندند. رزمندگان همچنین در این مدت
1000 تانک دشمن را به همراه 500 قبضه از انواع توپ و خمپاره انداز منهدم کردند. تعداد زره پوش هایی که توسط رزمندگان در طول سال گذشته از صحنه های نبرد خارج شده است به 379 دستگاه بالغ می شود. این گزارش و عدد و ارقام آن شامل درگیری های پراکنده ای که بین رزمندگان در مناطق مختلف صورت گرفته و نمی توان به درستی خسارت دشمن را در آن وارد کرد نمی شود. صادره عن قيادات قوات النظام التي تتكلم